قطار فیر بکنید. امیر محمد اسماعیل خان در آینه تاریخ. کشور زیبای ما افغانستان با داشتن مناظر زیبا، کوههای سر به فلک کشیده، دریاهای خروشان، منابع طبیعی و موقعیت استراتژیک خود همواره مورد توجه کشورگشایان و قدرتمندان جهان در طول تاریخ قرار داشته و به همین علت است که روزگاری از جانب اسکندر مقدونی مورد حمله قرار گرفته و زمانی هم از جانب چنگیز و چنگیزیان به خاک و خون کشیده شده است. صفویان و انگلیسی ها متجاوزین دیگری می باشند که کشور ما را در ادامه تجاوزات قبلی مورد تاخت و تاز قرار دادند و از تجاوز قوای اشغالگر شوروی به افغانستان به تاریخ 6 جدی 1358 هجری شمسی میتوان با عنوان یکی از آخرین نمونه های تهاجمات سنگین متجاوزین به این سرزمین مردخیز یادآوری کرد. اما با کمال افتخار و سربلندی باید گفت که فرزندان آزاده این سرزمین در طول تاریخ نه تنها که به پاسداری از سرزمین قهرمان پرور خود برخواسته و موفق به نجات کشور خود گردیدند، بلکه سرزمین های همسایه و مجاور را نیز از وجود اشغالگران پاکسازی کردند. به این ترتیب روزگار طاهریان تا بغداد حکومت نموده، غزنویان بر مناطقی از ایران تا هند و ماوراءالنهر حکم روایی داشته، تیموریان قلمرو خود را از ماوراءالنهر تا ایران گسترش داده، هوتکیان بر علاوه نجات افغانستان از شرارت صفوی های ایران حتی این سلسله ستمگر را به کلی منقرض و علم اقتدار خود را در اصفهان بلند کردند و ابدالی ها نیز از مشهد تا به هندوستان حکم روایی نمودند. جهاد و مقاومت قهرمانانه فرزندان این سرزمین در برابر انگلیس ها از افتخارات بزرگ دیگری به حساب می آید که به خط زرین در صفحات پر از مباحات تاریخ این کشور به ثبت رسیده و قهرمانان همانند میر بچه‌خان کوهدامنی، میر مسجدی خان، قاضی نایب امیرخان کوهدامنی، قاضی امین الله خان لوگری، محمد ایوب خان و امیر امان الله خان حماسه های فراموش ناشدنی و غرور آفرینی را درج تاریخ این سرزمین نمودند. تجاوزات دوامدار اشغالگران و دفاع جانانه مردم این دیار باعث گردیده تا حدود و نقشه جغرافیایی این سرزمین در طول تاریخ اشکال گوناگونی را به خود اختیار نماید، تا اینکه بعد از حصول استقلال افغانستان در سال 1298 هجری شمسی به شکل کنونی خود درآمده است. بعد از استقلال کشور چند دهه کوتاهی بود که افغانستان با مرزها و نقشه کنونی خیش آهسته آهسته به سوی ثبات، آرامش و شگوفایی گام برمی داشت و امید بهروزی و شگوفایی سراسر وجود مردم این سرزمین را فرا گرفته بود که ناگهان با کودتای 7 ثور سال 1357 ابر سیاه غم و اندوه آسمان نیلگون کشور ما را فرا گرفت و فصل دیگری از مصیبت و ماتم در تاریخ افغانستان گشوده شد که تا کنون نیز مردم ما در آتش تداوم این فاجعه عظیم تاریخ کشورمان می سوزند. در 7 ثور سال 1357 هجری شمسی بود که حکومت نسبتاً مشروع و قانونی افغانستان به رهبری سردار محمد داود خان در جریان یک کودتای نظامی به وسیله احزاب خلق و پرچم سقوط داده شد و رهبران این احزاب یعنی نور محمد ترکی، حفیظ الله امین، ببرک کارمل و دکتر نجیب الله
یکی از پی دیگری زمام امور را به دست گرفتند. آری، آنها در آغاز این لحظات این کودتای ننگین اولین رئیس جمهور افغانستان را با اعضای خانوادش به صورت دست جمعی به شهادت رسانیده و در ادامه آن برای ایجاد وحشت و دهشت هرچی بیشتر به دستگیری، زندانی ساختن، شکنجه و قتل عام بقیه مردم افغانستان آغاز نموده و به ویرانی هرچی بیشتر کشور زیبای ما مبادرت ورزیدن. طوری که در لیست های به دست آمده از کشتارهای جمعی توسط رژیم کمونیستی خلق و پرچم به مشاهده می رسد، دیده می شود که هیچ قشر و طبقه از دهشت و مظالم سران کودتا مسئول نمانده و همه مردم افغانستان، اعم از زن و مرد و پیر و جوان، به طور یکسان هدف اتهامات ناروا، زندانی ساختنها، شکنجه ها و کشتارهای ناجوان مردانه آن رژیم قرار گرفتند. اگر بعنوان مثال در این لیست 25 نفری نظری بیاندازیم، دیده می شود که نام و شهرت خواهران مسلمان قید گردیده که ذریعه مکتوب 1877 مورخه لیل 28 بر 29 جدی سال 1357 جهت حبس، شکنجه یا اعدام با امضای اسدالله سروری به زندان پلچرخی اعزام گردیدند. چه فاجعه المناکی که حتی همه زنان یک خانواده که مورد اخلاص و احترام مردم افغانستان قرار داشته به صورت دست جمعی دستگیر و روانه شکنجگاه ها و قتلگاه ها می گردند. فاجعه‌ای که حتی تصور آن هم اشک را در چشمان هر انسان آزاده و وطن دوست جاری می سازد و قلب او را جریحه‌دار می گرداند. در لیست 20 نفری دیگری که مشاهده می گردد، وزیری مکتوب 1924 مورخی لیل 6 بر 7 ماه دل و سال 1357 باز هم با امضای اسدالله سروری رئیس وقت سازمان اکسا به محبس دهمزنگ ارسال گردیده، ملاحظه می شود که مردمانی از اقشار مختلف افغانستان جهت حبس، شکنجه و یا قتل به این زندان وحشتناک اعزام گردیدند و وظایف متهمینی که اسامیشان درج این لیست گردیده با عنوان دهقان، بیکار، طالب العلم، کوچی و چپراسی مکتب قید شده است که مشاهده آن دل سنگ را آب می نماید و فقان و زجه هر انسان آزاده را به ملکوت اعلی می رساند. در لیست 5000 نفری شهدای مظلوم افغانستان هم که اخیراً به دست نشر سپرده شده است، نیز مشاهده می نماییم که عده زیادی از مردم شریف افغانستان با اتهام هایی از قبیل اخوانی بودن، افغان ملتی بودن و ماویست بودن به نابودی کشانیده شدند. تیرباران های عمومی توأم با ایجاد گوریستان های دست جمعی یکی دیگر از ارمغان ها و یادگار های این نظام ستمگر و مردم افغانستان بوده است. در مثال دیگری و ملاحظه می رسد که شخص اسدالله سروری فقط به صلاحیت خود، یعنی بدون حکم کدام محکمه و یا محاکمه، امر کشتار 350 تن از محبوسین بیگناه را که امکان انتقال آنها از بغلان به کابل وجود نداشته صادر نموده است و چنین هدایت داده است. اکیداً به شما هدایت داده می شود که اشخاص مذکور را در تاریکی امشب در همانجا محو نمایید. پیروز باشید. اسدالله سروری، رئیس عمومی اکسا و عضو شورای عالی دفاع وطن. سروری رئیس سازمان اکسا در هدایت‌های جداگانه دیگری که اسناد آنها نیز در فیلم دو روز پی در پی منتشر گردیده چنین هدایت می‌دهد که خیر محمد ولد محمد رفیق ساکن دلی لندر را دستگیر و محو نموده، خانش را حریق نمایید. پیروز باشد. رئیس عمومی اکسا. اختر محمد ولد سرورخان ساکن شاروالی قلات را دستگیر و محو نموده، جایدادش را ضبط و خانش را تصرف کنید. پیروز باشد. رئیس عمومی اکسا. تصویر هزاران زندانی بیگناهی آن دوره که آینه دار به زندان کشیده شدن همه مردم افغانستان است، نیز عمیقا تکان دهنده و دردآور می باشد و حکایت از مظالم طاقت فرسای دارد که به وسیله رژیم تحت الحمایه شوروی بالای مردم مظلوم و ستم کشیده افغانستان اعمال گردیده است.
رهبران خلق و پرچم که غرق در نشأه قدرت و صفاق منشی خود بودند، با اعمال آن همه مظالمی که مشاهده شد بسنده نکرده، بلکه با حرکات ضد فرهنگی، ضد دینی و ضد ملی خیش نیز خشم و نفرت ملت مسلمان افغانستان نسبت به خود را یکی بعد از دیگری شعله‌ورتر نموده و شدت بخشیدند. ابراز شادمانی نور محمد ترکی از رقص دختران افغان در مقابل باداران روسیش، اسباب خشم و انزجار مردم افغانستان نسبت به رهبران این حزب را بیشتر از هر وقت دیگری افزونی بخشید که گفته بود: ملگر دیر خوشحال استم که زمور استعدادون زمور پیغلی زمور زوانان بس استعدادون لری چه حتی میواجزه بلکه خارجان الى آواقی مهران کلو. حفیظ الله امین، یکی دیگر از رهبران خلق و پرچم، با اهانت با باورهای دینی مردم افغانستان خصومت خود نسبت به اعتقادات اسلامی را به طوری آشکارا نمود که هنگام سخنرانی خود آیه مبارکه بسم الله الرحمن الرحیم را به تمسخر گرفته و روزگاری هم با اعلام این که وقت نماز عصر است و باید 15 دقیقه تفریح نماییم با رفقای حزبیش به شراب نوشی آغاز کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم خب میگم دمازدگر دلمانزه وقت ده ده پینزه لسه ده قول پاره ده تفریح وکرو تدرانه وی. ببرک کارمل از رهبران دیگر احزاب خلق و پرچم بود که میزان وطن پرستی را با معیار وفاداری به دوستی افغان شوروی به سنجش می گرفت و اعتقاد عمیق و راسخ به ایدئولوژی مارکسیزم لنینیزم را شرط اساسی برای عضویت در احزاب خلق و پرچم به شمار می آورد. وقار باید به صراحت برای شما خاطر نشان بسازم. کیست؟ چگونه باید شما افغان وطن پرست کیست؟ وطن پرست آتشین انسان افغان نوین کیست که وفادار به دوستی افغان شوروی باشد؟ این ملاک دارد و شما میگم رفقا، اگر اعتقاد عمیق راسخ به ایدئولوژی طبقه کارگر به مارکسیسم لنینیسم ندارین، هیچ اجبار برای شما نیست که شما حتماً حزبی شوید. میتونین با جرأت بگوین که من روز مطالعه میکنم. دکتر نجیب الله، یکی دیگر از رهبران این حزب که با گفته برادر او صدیق راهی تنها در دوران تصدی او در ریاست خاد حکم دستگیری، حبس، شکنجه و اعدام 95 هزار افغان بیگناه به امضای او صادر گردیده، با سرفرود آوردن در مقابل مجسمه لینین که او نیز قاتل میلیون ها مسلمان و غیر مسلمان در مناطق تحت سیطره کمپ کمونیسم بود، از فرستادن پیام دوستی بیکران خود نسبت به او حرف می زد. گویا کان مجسمه بی جان برف های او گوش فرا می دهد و مراتب محبت او را پذیرفته می تواند. ما لینین کبیر که نبوغ و 6 سال قبل دوستی مردمان ما را بنیان گذاشت، سپاس فکران خود را بفرستیم. به طور خلاصه گفته میتوانیم که حرکات ضد مردمی سران رژیم در دستگیری، زندانی ساختن و قتل عام مردم بیگناه افغانستان همراه با ابراز نظرها و عملکردهای رهبران این حزب در زمینه به تمسخر گرفتن ارزش‌های اسلامی، فرهنگی و ملی مردم ما، همراه با تلاش‌هایی که در راه نشر و اشاعه اندیشه های مارکسیستی لنینیستی از سوی رهبران این حزب تبارز داده می شد باعث آن گردید تا کاسه صبر مردم افغانستان لبریز گردیده و طوفان خشم مردم کشور ما در قالب قیام ها و اعتراضات گسترده و خونین مردمی به نمایش گذاشته شود. در اندک زمان قیام های مردمی سراسر کشور ما را فرا گرفت و از ولایت پکتیا تا دره ویگل در نورستان و حصارک و خوگیانی در ولایت ننگرهار، از دشت ارچی در کندوز تا چارکینت و شلگره در ولایت بلخ، از دره سوف در سمنگان تا چنداول در کابل، از علیشینگ و علینگار در لقمان تا جلریز در ولایت وردک،
و از ولایت بغلان تا ولایات اروزگان، فرا، هرات، بادغیس، غور، غزنی، لوگر و بدخشان گسترش یافت. البته قیام های ضد کمونیستی و ضد استبدادی تنها منحصر به قیام های مردم ملکی نمانده، بلکه قطعات نظامی کشور نیز به حمایت از مردم شجاع و مبارز افغانستان به قیام و طغیان آغاز نمودند. که از قیام افسران فرقه ننگرهار در اول هوته 1357، قیام افسران فرقه هفته هرات در 24 هوته 1357، قیام افسران و سربازان بالاحصار کابل در 14 اسد 1358 و از قیام لوای اسمار کنر در 29 اسد سال 58 میتوان به عنوان نمونه های بارز این قیام ها نام گرفت. اما در میان همه قیام های مردمی و نظامی کشور در مقابل رژیم خلق و پرچم، قیام 24 هوت 1357 مردم هرات باستان و قیام افسران مسلمان فرقه هفته هرات در حمایت از قیام مردم این شهر از بارزترین و با اهمیت ترین خیزش های ملی در افغانستان به شمار می آید که در نوع خود بی نظیر بوده و از اهمیت فراوان دینی، سیاسی و نظامی برخوردار می باشد. در جریان همین قیام است که مردم هرات با تقدیم حدود 25,000 نفر شهید به چنان پیروزی های غرور آفرین و موفقیت های شایان نایل می گردن که نه تنها رهبران خلق و پرچم در افغانستان را دوچار رعب و وحشت می نمایند، بلکه لرزه بر تن حامیان کمونیستیشان در اتحاد شوروی وقت نیز می اندازند. بعد از همین قیام است که سران رژیم کمونیستی به طور متواتر از روزها می خواهند تا با پوشانیدن لباس نظامیان افغان و سربازانی از آسیای میانه آنها را وارد نبرد و سرکوب مردم در ولایت هرات بنمایند. زیرا رژیم باور دارد که اگر سقوط هرات از نظر زمانی ادامه پیدا نماید، این مسئله باعث سقوط سریع رژیم در کابل و ولایات دیگر افغانستان خواهد شد. روسها هم که با آزمندی های بالخواستهشان علاقمند رسیدن با آبهای گرم بحر هند از این طریق بودند و در این زمان نمیخواستند دولت تحت الحمایهشان را که از طریق یک کودتای نظامی بالای مردم افغانستان حاکم ساخته بودند به سقوط مواجه گردد، بزرگترین اشتباه تاریخی خود را مرتکب گردیده و به تاریخ ششم جدی 1358 با صدها تیاره جنگنده و هلیکوپتر و هزاران تانک غولپیکر و رادجات نظامی همراه با ده ها هزار تن از سربازان کار آزموده اردوی سرخ از هوا و زمین به افغانستان یورش می آورند تا با کنترل اوضاع حکومت مزدور و تحت فرمان خود را از سقوط حتمی رهایی بخشند. روسها به منظور تقویت رژیم مورد حمایتشان به حملات وسیع و مداوم زمینی و هوایی در مناطق مختلف افغانستان پرداخته و با کاشتن میلیون ها ماین به صورت صفاکانه و ظالمانه بر تشدید و ایرانی ها و کشتارهای دست جمعی در کشور ما افزودند. Ну, счастливого пути. А теперь бегом. Держи. Давай. امر باعث گردید تا سیلی از مهاجرت مردم به جانب کشورهای همسایه به حرکت در آمده و مردم ما هم در دیار خود و هم در دیار غربت با عالمی از درد و رنج دست و پنجه نرم نموده و دست نگر و خار و پریشان گردند. در نتیجه همین جنگ های تحمیلی و صفاکانه بود که در حدود 10 میلیون نفر از هموطنان مظلوم ما یا ظالمانه شهید و معلول گردیده و یا اینکه با از دست دادن عزیزانشان به بیوه ها و یتیم های ستم کشیده مبدل گشته و یا با ترک خانه ها و کاشانه های خود
روانه دیار غربت گردیده و با عالمی از فقر و رنج و مصیبت دست و پنجه نرم نمودند که تا هنوز هم که 35 سال از آن زمان می گذرد در آتش این فاجعه عظیم و مصیبت بی پایان می سوزند. اما آن همه دهشت و وحشت و بربریت در کشتار مردم و ویرانی کشور ما نتوانست که فریادهای حق طلبانه و آزادی خواهانه مردم افغانستان را در گلونهایشان خفه نماید، بلکه باعث آن گردید تا زن و مرد این کشور علم قیام و مبارزه را در مقابل اشغالگران و منظورانشان بلند نمایند و بزرگ مردانی چون احمد شاه مسعود، امیر محمد اسماعیل خان، استاد ذبیح الله، سید جگرن، استاد فرید، جلال الدین حقانی، ملا نقیب الله و قهرمانان دیگری به مثابه قافل سالاران این معرکه بزرگ و خونین قرن، مبارزه اسلامی و ملی مردم افغانستان بر علیه اشغالگران را رهبری نمایند و آن را در همکاری با رهبران سیاسی جهاد مردم افغانستان همانند سبقت الله مجددی، استاد برهان الدین ربانی، استاد عبدالرب رسول سیاف، انجینیر گلبدین حکمتیار، مولوی محمد نبی محمدی، پیر سید احمد گیلانی، مولوی محمد یونس خالص، شیخ محمد آصف محسنی و عبدالعلی مزاری تا پیروزی نهایی بر علیه اشغالگران روسی و پیش ببرند و بر قدرت بزرگ قرن یعنی کمپ کمونیسم را با آن همه هیاهو و تکبر آن به یاری و عنایت الهی جل جلاله در جهان به نابودی بکشاند. در نتیجه جهاد و مبارزه قهرمانانه مردم آزاده افغانستان بود که استبداد و عظمت افسانوی کمپ کمونیسم در جهان متلاشی گردید. از برکت جهاد مردم افغانستان بود که کشورهای آسیای میانه آزاد گردیدند. کشورهای اروپای شرقی از زیر سیطره کمپ کمونیسم نجات یافتند و دیوار برلین که برای سالیان طولانی کشور آلمان را به دو سرزمین جداگانه تقسیم نموده بود از هم فرو پاشید. مبارزه قهرمانانه مردم مجاهد افغانستان چنان شهرت، شکوه و عظمتی را به رهبران این سرزمین بخشید که بزرگترین رهبران دنیا در مجللترین کاخهای جهان به استقبال از آنها پرداخته و دیدار با آنها را برای خود مایه افتخار و مباهات می دانستند و در محافل و کنفرانس های مطبوعاتی با دقت و احترام خاصی به سخنان ایشان گوش فرا می دادند. قیام 24 هوت سال 1357 هرات باستان. حکومت کمونیستی که در افغانستان آمده بود اینها میخواستن مثل دوران استالین که در سرزمین های قفقاز و اسیای میانه قتل عامها کردن، مردم به صورت دستجمعی از بین بردن، مردم به اسارت کشیدن، میخواستن به افغانستان هم کمونیسم با همون شدت و حدت پیاده بکنند و نظام کمونیستی را بر مردم مسلط بسازند. به همین ترتیب بود که اینها با تمام رسوم انعناد و اعتقادات مردم در حال مبارزه بودند و این حرکت که رژیم پلپوت در کامبوج شروع کرده بود در افغانستان هم رژیم ترکی و امیر غم شروع کرد. مردم مجبور شدن برای دفاع از خود خود قیام بکنند و بعدن هم اینا تنها در گرفتاری اکتفا نکردن که جنگ با دین و آیین و مذهب و انعنات مردم علنا شروع کردن. سخن از قیام قهرمانانه و ایثارگرانه مردم شریف هرات در 24 هوت سال 1357 و قیام دلیرانه افسران فرقه 17 به حمایت از مردم این شهر در 27 هوت همان سال است. قیام 24 هوت 1357 هرات باستان یکی از بارزترین و برجسته ترین قیام های به شمار می آید که در تاریخ معاصر و کهن این سرزمین کمتر نظیر آن به مشاهده رسیده است.
بعد از روی کار آمدن حکومت کمونیستی در افغانستان، مردم هرات که از مظالم و ستمگری های رژیم خلق و پرچم به ستوه آمده بودند، همواره برای نجات از بحرانی که دامنگیرشان گردیده بود می اندیشیدند. علما و شخصیت های بزرگی همانند مولوی عبدالعزیز خطیب مسجد جامع، بهاءالدین واعظ مسجد جامع، حافظ محمد افضل شهید، قاری ابوبکر مسرور قریانی، عبدالباقی جان مجددی و بزرگانی از کبرزان و نوین از شخصیت های اصلی و تاثیرگذار در ایجاد این قیام بودند. بزرگ مردان و حماسه آفرینان دیگری همانند گل محمد تیزانی، حاجی علی خان سنوگرد، سارونوال نصار احمد مهاجر، احمد خان دهنوی، شریف طبیب زاده، عبدالاحد زیارت جاهی، کمال الدین قلبگز، حاجی محمد ایوب و امثال هم از علم برداران این انقلاب و خیزش بزرگ مردمی در روز این قیام، یعنی در جریان قیام 24 مهود به شمار می آیند که با رشادت ها و ایثارگری های بی نظیر خود در میادین نبرد و معرکه های افتخار آفرین آزادی خواهی حماسه می آفریدند و سنگر را بعد از سنگر فتح می نمودند، تا اینکه مدافعین رژیم کمونیستی را به شکست مواجه ساخته و درفش سبز فتح و پیروزی را بر فراز شهر باستانی هرات به اهتزاز در می آورند. اما با وجود پیروزی های پیاپی مردم در شهر هرات، سران رژیم به رهبری نظیف الله نهضت والی وقت، سید مکرم قماندان فرقه و جنرال ویسلویچ از افسران روسی که در فرقه 17 مستقر می باشند، با تلاش های مذبوحانه خیش تصمیم به قتل عام بیشتر مردم می گیرند، تا با گلوله باران های سنگین و بمباردمان های وحشیانه به تصرف مجدد شهر و سرکوب قیام قهرمانانه مردم دلیر هرات پرداخته بتواند. درست در همین زمان است که قهرمان مردی به نام محمد اسماعیل، قماندان قطعه دافی هوای فرقه 17 هرات، با جمعی از یاران خود با فرمان کمونیستای افغانی و جنرالان روسی در زمینه کشتار جمعی مردم هرات به مخالفت برخواسته و در اعتراض به کشتار مردم مسلمان این شهر علم طغیان و مخالفت را برمی افرازد. اسماعیل خان با یارانش به جای آنکه اجتماعات و اعتراضات مردمی را مورد هدف قرار بدهد، مرکز و محل قمانده جنرالان رژیم و مشاوران روسیشان در فرقه 17 را مورد حمله قرار داده و با سقوط فرقه قدرتمند دشمن و تقسیم اسلحه آن در میان مردم می پردازد، تا مبارزه بی امان خود در مقابل رژیم خوناشام هزاران نفر از مردم شهر او را به خاک و خون کشیده بود بنیانگذاری نموده و در راه دفاع از ارزش های اعتقادی و ملی خود به مبارزه برخیزد. قیام افسران فرقه 17 چنان وحشتی را در میان سران رژیم و حامیان خارجیشان ایجاد می نماید که بدون تأخیر و بمباردمان های شدید هوایی آن آغاز می نماید. با وجودی که اسماعیل خان و یاران وی با پای مردی بی نظیر خود به دفاع از فرقه و مردم هرات می پردازند و یک بالست یارات جنگنده دشمن را نیز به سقوط مواجه می نمایند، اما سرانجام مجبور به ترک فرقه گردیده و مبارزه مسلحانه خود بر علیه رژیم را همراه با سایر مردم از اطراف ولایت هرات آغاز می نمایند.